سلام به شما رفقای خوب کانال، در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی امروز. در آغاز این برنامه آقای فلاحتی برنامه رو برای شما اجرا میکنن با موضوع آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی، این پسر ایران در دادگاه انقلاب. در بخش دوم هم میپردازیم به صحبت‌های مولوی عبدالحمید که گفته پلیس فرانسه معترضان رو کور نکرد و کسی هم نکشت، تازه هیچ کس هم اعدامم نکردن. خب به هر حال برای دیدن برنامه امروز با ما همراه باشین، برنامه جالبی هست. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. در ابتدای این برنامه آقای فلاحتی به برگزاری دادگاه غیرعلنی توماج صالحی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان با ریاست قاضی مرتضی براتی میپردازه و میگه که بعد از 8 ماه شکنجه و انفرادی نتونستن از توماج صالحی اعتراف بگیرن و مجبور شدن یه دادگاه نمایشی برگزار کنن. ایشون در ادامه به صحبت‌های یکی از وکلای توماج صالحی میپردازه و میگه که زمان برای تفهیم اتهام به توماج نداشته و دادگاه هم که اصلاً اجازه صحبت بهشون نداده. در نهایت آقای فلاحتی توضیحات کامل درباره اتهامات توماج صالحی و نقشه‌ای که جمهوری اسلامی برای این جوان هنرمند انقلابی متأسفانه داره ایشون توضیح میدن که شما رو دعوت می‌کنیم برنامه عالی رو تماشا بفرمایید. دومین جلسه دادگاه توماج صالحی روز یکشنبه 11 تیر ماه، 8 ماه بعد از بازداشتش و بعد از 8 ماه سلول انفرادی و شکنجه و تهدید، سرانجام در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به صورت غیرعلنی به ریاست قاضی مرتضی براتی برگزار شد. نخستین جلسه 28 خرداد بود که با توجه به ناتمام ماندن موضوعات مطرح شده در جلسه رسیدگی به دومین جلسه که 11 تیر ماه بود موکول شد. در جلسه یکشنبه پیش 11 تیر ماه که نه خبرنگاری بود نه حتی خانواده و بستگان توماج اجازه حضور داشتند، خود توماج هم در دادگاه حضور نداشت، از همون زندان به صورت تلکنفرانس شرکت کرد. یکی از وکلای توماج آقای امیر رئیسیان که با هم میهن آنلاین مصاحبه کرده، مدت زمانی رو که در دادگاه گذشته، مدت زمان به اصطلاح محاکمه و دادگاه رو هیچ اشاره‌ای نکرده، نگفته که چقدر طول کشیده، فقط زمان ملاقاتش رو با توماج گفته. زمان ملاقات موکل در مجموع 30 دقیقه در بازداشتگاه اطلاعات اصفهان به ما داده شد و حجم اتهامات فراتر از این بود که در این 30 دقیقه حتی بتوانیم یکی یک اتهامات را برای موکل تبیین کنیم. حتی فرصت ندادن که وکیل اتهام هایی رو که به توماج زدن بشموره و بگه. حالا توضیح و کار روی پرونده و تماس با شاهدان یا شاکیان احتمالی به کنار، که تو هر پرونده قضایی که حتی در این سطح حساسیت و اهمیت هم نباشه ضروری است. هیچی، 30 دقیقه وقت داری با موکلت قبل از دادگاه صحبت کنی. همین آیین دادرسی نظام اسلامی، عدل علی، چه هرچی میخوایم بگیم. دادگاه به ریاست آقای براتی برگزار و در نهایت ختم رسیدگی از سوی دادگاه اعلام شد. بر این اساس دادگاه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد و تصمیم دادگاه بر اساس قانون در 1 هفته به ما ابلاغ خواهد شد. وکیل توماج صالحی افزود گرچه آقای توماج صالحی نزدیک به 8 ماه است که در زندان اختصاصی اطلاعات اصفهان نگهداری می شود، یعنی در سلول انفرادی، اما به علت ویژگی های شخصیتی که دارد از نظر روحی و جسمی به خود مسلط بود و در دادگاه نیز توضیحات دقیق و واضحی ارائه کرد. خب ما که نتونستیم توضیحات توماج رو در به اصطلاح دادگاه بشنویم، یعنی هیچ کس نتونست غیر از وکیل و قاضی و احتمالاً بازجو. حالا یه تیکه از صحبت‌های توماج صالحی پیش از بازداشتش و 8 ماه 9 ماه پیش رو که بشنویم که میتونست همین صحبت‌هاش در دادگاه هم باشه.
اعتراض کردن یه چیز قانونیه، تو داری از ابتدایی ترین حق شهروندیت استفاده میکنی، صحبت کردن، حرف زدن، نقد کردن، اعتراض کردن، یعنی حرف ما اجازه نداریم بزنیم. کی میخواد این اجازه رو از ما بگیره؟ نمیتونه، کسی نمیتونه این اجازه رو از ما بگیره. خب پس تو داری از حق خودت استفاده میکنی، ولی خب فحاشی کردن جرمه، نکن. تهدید کردن جرمه، نکن. آره من کسی رو تهدید نمیکنم، مردم رو تشویق به جنگ نمیکنم، فوش هم نمیدم به کسی. خب من دارم اعتراض میکنم و این حق من. کسی که جرم مرتکب نشده نمیترسه، آدم ترسونیه که خلاف کرده. ما نباید بترسیم. من آخه از چی بترسم؟ اگه کاری کردم که بترسم؟ اصلا از چی بترسم؟ اونی که باید بترسه اونیه که جرم مرتکب شده، اونایی هستن که دزدی کردن، اختلاس کردن، نه ما. اونی باید بترسه که مملکتو به این روز کشونده، اونی باید بترسه که باعث این میزان از فقر و فساد شده، باعث اونی باید بترسه که جامعه رو افسرده کرده، این میزان خودکشی رو بالا برده، اونی باید بترسه که باعث شده این همه جوان مواد مصرف کنن، اونی باید بترسه که باعث شده جامعه سرخورده بشه، باعث شده این همه ما مهاجرت داشته باشیم، اونی باید بترسه که شلیک کرده به مردم، دستور شلیکو داده. اونا باید بترسن. من از چی بترسم؟ تو از چی باید بترسی؟ تو یه شهروندی، من یه شهروندم، ما کار خاصی نکردیم، حرف داریم میزنیم. کی میخواد جلوی ما رو بگیره؟ من اگه به تو اعتراض نکنم، به رئیس تو اعتراض نکنم، به رئیسش اعتراض نکنم، جامعه از این که هست بدتر میشه. واقعا هم همینطوره دیگه. تو داری دل میسوزی، تو داری اعتراض میکنی، داری دل میسوزی برای جامعه و آدم مفید و مهمی هستی برای جامعه. علاوه بر اینکه نباید تو رو دستگیر کنن، علاوه بر اینکه برخلاف اینکه تو رو نباید دستگیر کنن، باید به تو پاداش هم بدن، باید از تو تقدیر هم بشه. کسی اجازه نداره تو رو بگیره. همین روحیه رو اونجا حفظ کن. کسی اجازه نداره تو رو بگیره، کسی اجازه نداره تو رو بازجویی کنه به خاطر اعتراض کردی. حق داری. کشور مال توئه. کشور مال کیه؟ مال مردمشه. تو صاحب این وطنی، کسی حق نداره تو رو بگیره. اعتراض کردی، دلت خواست، دلت خواسته اعتراض کردی، دمت گرم. به کسی ربطی نداره، کسی نمیتونه تو رو بگیره. آره نترسید، دمتون گرم، از هیچی نترسید. کار درست رو ما انجام میدیم، در نتیجه از چیزی نمیترسید. میخوامتون زیاد محکم. آره دیگه، به جای، یعنی با این نگاه انصافاً دموکراتیک به جهان، به انسان، به حکومت، به دولت، به جای اینکه بهش جایزه بدن، محاکمهش میکنه. محاکمه به خاطر چی؟ حالا نتونستن چیزی هم پیدا کنن که تو کسی رو کشتی و فلان و اینا. حالا میگم اتهامایی که به تو ماج زدن ایناست. البته افزون بر فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به خمینی و خامنه ای و اخلال در نظم و نشر اکاذیب، به گفته وکیل توماج صالحی آقای رئیسیان، مهمترین اتهامات عبارتند از افساد فلعرض، موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی، با این توضیح که دادسرا مدعی است که موکل با انتشار توییت هایش مرتکب نشر اکاذیب به شکل گسترده و در نهایت موجب افساد فلعرض شده است. توییت زده، دو خط نوشته و به اشتراک گذاشته در فضای مجازی، پس مفسد فلعرض. اتهام دیگر همکاری با دولت متخاصم است که موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است و دادسرا اعتقاد دارد که چون شبکه CBC در کانادا از تصویر سخنان موکل در یک برنامه تلویزیونی استفاده کرده، این کار مصاحبه موکل محسوب می شود و همکاری وی با این رسانه است. فارغ از اینکه دولت کانادا دولت متخاصم نیست که اینجا میگه چی همکاری با دولت متخاصم، دولت کانادا که متخاصم نیست. طبق نامه اداره کل حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تاریخ 23 آذر ماه 1392 به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه پیرامون مصادیق دولت متخاصم آمده است، بجز اسرائیل که واجد وصف دولت نمی باشد، اصلا دولت نیست،
و دولت شناخته نشده است، هیچ دولتی با جمهوری اسلامی در حالت تخاصم قرار ندارد. این دیگه سیاه رو سفیده دیگه. قوه قضاییشون میگه تو من اومدم در واقع یکی از صحبتات تو فضای مجازی اینور اومد برشتن گذاشتن توی گزارش که تهیه کردن. خب کجا؟ سی بی سی که در کاناداست. بنابراین تو با دولت کانادا همکاری کردی و بعد دولت کانادا هم به ما چه اینو میگن؟ ما قاضی هستیم، ما دستگاه قضایی هستیم، دولت کانادا متخاصم. خیلی از رسانه‌های بین المللی و محلی در جهان در این چند سال گذشته، از جمله سی بی سی کانادا، سی ان ان آمریکا، درباره توماج به عنوان یک هنرمند رپ گزارش پخش کردن. به عنوان یک معترض، هنرمند رپ همیشه معترض، گزارش پخش کردن. ما هم پخش کردیم. پس توماج با همه این رسانه‌ها که هیچ، با همه کشورهایی که این رسانه‌ها اونجا ارتباط داشته. توماج صالحی بارها درباره ارتباط با دول خارجی و کمک کشورهای دیگه به اصطلاح به مردم ایران گفته است. بارها شنیده اید. از جمله یک کوچیک از یکی از لایو هایی که گذاشته بود، برنامه‌های زنده ای که روی یکی از پلتفرم‌ها گذاشته بود و الان میشنوین دیگه. ببینید. نظرت راجع به حمایت ببخشید دولت‌های غرب از ملت ایران حمایت میکنن یا دروغه؟ ببین، هیچ حکومتی به نظر من دلسوز من و تو نیست. حکومت‌های داشت امیر سلام، کار خیلی خفن بود، دمت گرم. آره، هیچ حکومتی از بیرون دنبال کمک نگرد. کلن ما همدیگر رو داریم فقط. تاریخ اینو به ما یاد میده که هیچ کسی دلسوز ما نیست. از بیرون هیچ کس دلسوز ما نیست. همه به فکر منافع خودشون هم. و من اینو چند بار گفتم، دشمن من دوست من نیست. اون میتونه دشمن من رو بزنه و بعد سوء استفاده کنه از من. این آدم رو با این نظرات میگن با دول متخاصم ارتباط داشته. در خدمت آقای سعید دهقان هستیم، وکیل دادگستری و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران. آقای دهقان خوش آمدید. اجازه بفرمایید من اولین سوالم یکم طولانیه. وکیل توماج صالحی به همیهن آنلاین ضمن مصاحبه‌ای که کرده است گفته است که پیش از این در راستای اجرای ماده 387 قانون دادرسی کیفری به ما اعلام شده بود که ایرادات خود را در رابطه با روند تحقیقات دادسرا در طول این 8 ماه گذشته و نقایص پرونده اعلام کنیم و پس از اعلام ما دادگاه با پذیرش 6 ایراد درباره اتهامات و همینطور 2 ایراد بنیادی در روند تحقیقات قرار رفع نقص صادر کرد و پرونده را به دادسرا جهت رفع نقایص ارسال کرده بود که دادسرا تنها در رابطه با یکی از ایرادات ما را احضار کرد و سایر ایرادات را رفع نشده باقی گذاشت و با ارائه توضیحاتی که موجب رفع نقایص نبود پرونده را به دادگاه برگرداند. حالا با توجه به ایشون ادامه میدن که با توجه به ایراداتی که پیش از این مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و هنوز رفع نشده اند ما به جریان دادرسی امیدوار هستیم. چه جوری میشه آقای دهقان که 5 ایراد از 6 ایراد به اتهامات و 2 ایراد بنیادی به روند تحقیقات که دادگاه پذیرفته این ایرادها رو رفع نشده باقی بماند بعد حکم صادر بشه که گفتن حکم صادر میشه تو همین چه میدونم چند روز؟ البته من فکر میکنم در شرایط فروپاشی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی به ویژه در پرونده های حقوق بشری هیچ کاری نشد نداره، چون احکام در اینجور پرونده ها در محاکم انقلاب اسلامی تابع مندیات مقامات سیاسی امنیتیه. برای این بسته به شرایط مثلا گاهی نقص تحقیقات میگیرن که پوز قانونمندی بدن، گاهی هم بر حسب شرایط ضد خود قانون رفتار میکنن یا دندونهای تیز و چنگالاشون رو نشون میدن تا در واقع اون حالتی که باید منکوب و مرعوب بشه جامعه رو بیشتر به رخ جامعه بکشن. وگرنه اگه قرار بود که یک پرونده نظام حقوقی، نظام قضایی بر اساس حاکمیت قانون کاری میکرد، هیچ وقت نمیومد بر اساس نوشته یا نقد فردی، اونم پسر ایران توماج صالحی که شما همین الان صحبت کردنشو ببینید چقدر میتونه آموزنده باشه، حتی چقدر میتونه فرهنگ ایجاد بکنه در جامعه. اگه قرار بود یه توییت
باعث افساد فعل ارز بشه. به نظر من توییت های بسیاری از مقامات حکومت جمهوری اسلامی که هم نفرت پراکنی میکنه و هم خشونت ورزی میکنه، قطعا اونا باید متهم به افساد فعل ارز میشدن. حالا صرف نظر از این که چرا وقتی توییتر رو فیلتر میکنن خودشون دست با فیلتر شکن ها وارد توییتر میشن که بحث حاشیه ایه، و اگه قرار بود مصاحبه، فرض مصاحبه با رسانه های بیرون، حالا که مصاحبه نبود، حداقل من ندیدم توماش مصاحبه داشته باشه، و حتی اگه مصاحبه میشد هم جرم نبود. حالا اگه قرار بود مصاحبه کردن با رسانه، همکاری با دول متخاصم باشه، که خیلی از مقامات خود جمهوری اسلامی بسیاری از رسانه‌های خارجی مصاحبه میکنن، حتی از داخل ایران هم بعضی از آدم‌ها و افراد نزدیک به حکومت دارن با رسانه‌های فارسی زبان خارجی مصاحبه میکنن، و هیچ کدوم از اینا، البته من معتقد نیستم الزاماً جرمه، میخوام بگم اگه قرار بود اینجوری باشه، خب تمام این رفتارها رو میبینید مثل همین باید اینجا تحلیل بشه. فکرم میکنم خیلی وقتا باید در این پرونده‌ها نگاه بکنیم. حتی دولت متخاصم، تعریفش شما الان توضیح دادی، شما در حالی که دولت جمهوری اسلامی با فرانسه در حال مذاکره هست، در همون حال بنجامین بریر رو متهم میکنه به همکاری با دول متخاصم که شهروند اون کشور هست. یعنی مضحک بودنش از این بیشتر نمیشه توضیح داد. و من فکر میکنم اگر در همین شرایط کلن پرونده های قضایی در حوزه حقوق بشری رو ببینیم، باید به این نتیجه برسیم که در پرونده توماج و توماج ها، حالا به طور خاص توماج رو ما میتونیم بگیم، اتفاقا چون دستشون از مدرک یا دلیل پر نبوده، اما ظاهرا دلشون از توماج صالحی خیلی پر بوده، حاضر شدن بازم آبروی نداشته دستگاه قضایی در حوزه حقوق بشر رو ببرن. یعنی کاری کردن که البته عرض کردم نشد نداره. شما در پرونده های مجید رضا رهنورد، خانه اصفهان، سید محمد حسینی، مهدی کرمی، خیلی رفتارهای اونجا میبینین شبیه دادگاه صحرایی عمل کردن. یعنی حتی رکورد خودشون رو در نقض قانون شکستن. شما فقط توجه کنین به فاصله بازداشت و اجرای حکم. حالا صرف نظر از اینکه بازداشت شبیه آدم رباییه و حکم هم حکم قانونی نیست و قتل حکومتیه، ولی باز اگه فرض بگیریم بازداشت قانونی بوده و حکمم قانونی یا قضایی بوده، شما فاصله‌اش رو نگاه می‌کنید ظرف چند روز، حالا چند ماه، چند سال از اسید پاشی گذشته، چند ماه از مسمومیت عمدی دانش آموزان گذشته، شما یک پرونده میبینید چند پرونده شکنجه و اعتراف اجباری خلاف اصل 38 صورت گرفته، یک مأمور میبینید تحت تعقیب قرار بگیره، اما در این پرونده ها میبینید سریعا ظرف چند روز اعدام که چرز کنم قتل حکومتی اجرا میکنم. یا در پرونده نوید افکاری که ادعا میکردن قتل انجام داده، شما دیدین که در اون پرونده شبونه با دروغ کشتنشون. صدای آخر و تماس آخر نوید رو بشنوید، خب ایشون چه حرفی زد، چه امیدی داشت، اما کشتنش بدون اجرای حتی آیین‌نامه نحوه اجرای احکام مرگ، بدون حضور اولیای دم، حتی در ایام محرم. یا در پرونده یکی از مظلوم‌ترین اعدامی‌های این دهه ها، مصطفی صالحی، با اون همه نقص و نقض قانون اومدن چگونه عمل کردن، کشتنش. یا پرونده آدم ربایی روح الله زم، حبیب عسیبت، یا جمشید شارمت که خب اجرای حکم قتل حکومتی در مورد دو نفر اول ما دیدیم که خیلی انجام شده و هیچ ابایی هم نداشتن. برای این من فکر کنم جواب سوال شما در یک جمله اینه که در پرونده هایی که دستشون پر نیست اما دلشون از متهم ها یا مخالفان سیاسی پره، هر کاری میکنن و هیچ کاری هم نشد نداره. آقای دهقان، در مورد این پرونده خاص طبق گفته وکیلش، آخه دادگاه دو تا دادگاه به اصطلاح برگزار شده در فاصله چند روز، و در دادگاه اول در واقع پذیرفته شده است که 5-6 ایراد گرفته وکیل و 5 ایرادش رو دادگاه پذیرفته و 2 ایراد بنیادی هم میگه، 2 ایراد اساسی هم بره اصلا روند تحقیقات گرفته و اون هم پذیرفته شده. تو همین چارچوب من سوالم اینه، تو همین چارچوب آیا من نمیدونم، یعنی میدونین یه مقدار تعجب آوره برای آدمی مثل من که مثل شما در داخل این دستگاه به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی نبوده است یا کندوکاو نکرده است، که آخه چجوری میشه که میگن آقا 6 برگ این پرونده کمه، شما این بقیهش رو بیارین که من حکم رو انشا بکنم، حالا حکمی که به من دستور دادن هرچی، این 6 برگ رو بیارین، اینو نیوردن و به صراحت هم گفتن که کمه،
بعد میگن ما در طول این هفته دادرسی تمام، این چیزی که تو دادگاه دوم گفتن. این چجوری ممکن؟ اگر ممکن نیست چجوری باید باهاش برخورد بشه؟ اولا که شما این شانس رو داشتین که در دستگاه قضایی کار نکنید و ما خیلی بدشانس بودیم در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی کار کردیم و این بدشانسی ما و خوششانسی شما رو نشون میده. من فکر کنم جواب شما رو دادم. کار در نظام قضایی جمهوری اسلامی در مقطع فروپاشی حقوقی نشد نداره. شما میدونین منظورم اینه. ببخشید آقای دهخان، من برای اینکه خستتون نکنم دوباره، چون فرمودین که جواب دادین، خب منم عقب میکشم. تنها سوالم اینه، خلاصه میخواستم اینو نگم. اگر که وکیل توماج نمیتونه بگه که چه کار میشه کرد و شما میتونین بگین، منظور من این بود که وقتی که به صراحت میگه این ایرادار دادگاه پذیرفته، ولی با این وجود دادگاه میگه خط به دادرسی، اگه ایراد پذیرفته چجوری خط به دادرسی؟ و این علنی قضیه. یه موقع است نمیگن اینو، میگن خیلی خوب این آدم کشته، به دروغ میگن آدم کشته و به اعدام صادر میکنن، ولی اینجا میگن ما ایرادار پذیرفتیم ختم دادرسی. اینو عرض میکنم، اگه وکیلش نمیتونه یا وکلاش نمیتونن بگن که چه کار میشود کرد در همین حوزه، شما بفرمایید. اگر هم که نه حرفی نیست که من گردنم از مون نازکتر. بفرمایید. ببینید در فکر میکنم البته وکلای پرونده در داخل نظام قضایی جمهوری اسلامی، همه ما زمان که کار میکردیم درد مشترک همه ماست. بسیار در تاریخ نظام قضایی جمهوری اسلامی نشون داده که از همون آغاز انقلاب اسلامی هم حتی حق وکیل گرفتن یا وکیل حتی وارد دادگاه و جلسه شدن نداشتن، یعنی حتی می نوشتن آدم زنده وکیل وسیع نمیخواد. یعنی اینقدر ما قرون وسطایی بوده. در چنین شرایطی وقتی وکیل نکته ای رو در مصاحبه در با رسانه های داخلی صحبت میکنه، به نظر من در شرایط اختناق و جو امنیتی باید کلمه به کلمه که وکیل یا وکلا در چنین شرایطی صحبت میکنن رو بشه تفسیر کرد، یعنی باید به تفسیر کرد. مثلا وقتی وکیل میگه ما به جریان دادرسی امیدواریم، بعد ببینیم تفسیرش چیه. ما به جریان دادرسی امیدواریم، چگونه وقتی جلسه دادگاه تموم شد به چی امیدواریم؟ خب اون وقت میشه پرسید که میشه تفسیر کرد که خب اولا ایشون نگفتن ما به جلسه رسیدگی یا به جلسه دادرسی امیدواریم، گفتن جریان دادرسی. خب میشه اینجوری تفسیر کرد که پس جریان دادرسی حتی میشه محله حکم رو هم شامل بشه. یا وقتی کلمه امیدواریم رو به کار میبرن، میشه اینجوری تفسیر کرد که ما هم این کار رو میکردیم، یعنی فشار روانی بیاد رو وجدان اندک اون قاضی. در واقع نقطه مقابلش میشه خبرگزاری های سپاه که فشار امنیتی میارن، کمه که همین روزا خبرگزاری های وابسته به سپاه اومدن به دروغ خبری رو در رابطه صدور حکم منتشر کردن. این جنگی هست بین وکیلی که از اون منفذ ها میخواد استفاده کنه و دستگاه های امنیتی و رسانه های حکومتی با بودجه های بیت المال این رفتار میکنن که رو اون دستگاه قضایی که البته مستقلم نیستن فشار بیاره. وگرنه اگه قرار بود اینجا پرونده توماج و توماج ها که نه اسلحه به کار برده نه هیچ چی داشته، فقط حرف زده و خونده، یه هنرمندیه، اگه قرار بود اینو در قالب پرونده های قضایی نگاه حقوقی با همین قوانین نیمبند جمهوری اسلامی شما رفت میخواستین تفسیر کنید، خب باید دادگاه جرم سیاسی تشکیل میشد با قانون ناقص الخلقه سال 95 بر اساس اصل 168 که از سال 58 حالا هست. در چنین شرایطی باید میرفت دادگاه عمومی، نه دادگاه انقلاب. باید علنی بود نه غیر علنی، باید هیئت منصفه حتی وابسته به خودشون بود، نه بدون هیئت منصفه که حتی خانواده‌اش هم راه ندن. یعنی شما هیچ کدوم از اینا رو نمی‌بینید. بنابراین جواب اینه، در چنین نظام قضایی کار نشد نداره. حتی در پرونده مثلا پرونده‌ای ما داشتیم، همین پرونده آخر بنجامین، پرونده حکم براءت صادر شد، همکاران من رفته بودن در این پرونده حکم براءت رو دیدن، اما بعدشون لابی‌های سیاسی و امنیتی پشت پرده با فرانسه بوده اومدن حکم براءتی که صادر شد تموم شد و گذاشتن کنار. خب شما اینو با کدوم اصلا عقلم نمیخواد، اصلا هوشم نمیخواد، هیچی نمیخواد. یعنی افرادی که حتی حقوق هم نخوندن هیچ کس میتونه اینو باور کنه، ولی این انجام شده. من فکر کنم درد خیلی بالاتر از اینه. به همین خاطر ما در این مقطع تمام شاخصه های فروپاشی حقوقی رو داریم و به این نباید شما هم خیلی هرس بخورید و حتی نظام قضایی رو با نظام های قضایی کشورهای منطقه خاورمیانه مقایسه کنید، چه برسه به اروپا یا آمریکای شمالی. یعنی در هر پرونده دست کم سیاسی می شود از آزادی تا اعدام آدم در برایش فکر بکنه. هیچ حساب کتابی هم نداره. ببینید هفته پیش شورای شهر فلورانس ایتالیا اعلام کرد که توماج صالحی شهروند افتخاری فلورانس است.
تو بیانیه‌ای که منتشر کرد نوشت ما قادر خواهیم بود به سفارت ایران در ایتالیا نامه بنویسیم تا از توماج صالحی به عنوان شهروند افتخاری فلورانس خبری بگیریم و برای او و همه زنان و مردانی که فقط خواستار کشوری عادلتر و آزادتر هستند درخواست تبرئه کنیم. امیدواریم این اقدام ما وجدان کسانی را که برای این خواننده جوان می‌خواهند تصمیم بگیرند بلرزاند. این اولین بار نیست که شورای شهر فلورانس به کسانی که نمیتوانند حضور داشته باشند این افتخار را میدهد. برای نمونه این اتفاق قبلا در مورد نلسون ماندلا رقم خورده بود. افزون بر این نمایندگان پارلمان‌های اروپایی از جمله هلموت برندش تتر نماینده پارلمان اتریش چون که میدانید و یوون ری نماینده پارلمان آلمان کفالت سیاسی توماج صالحی رو به عهده گرفتن، من نمیدونم کسای دیگه هم هستن یا نه، جایگاه حقوقی کفیل سیاسی معترضان اخیر کجاست آیه دهقان؟ تأثیر این افراد، کسایی که سیاستمدارانی که کفیل سیاسی میشوند، کفالت سیاسی زندانی سیاسی رو به عهده میگیرن، جاشون، نقششون، اهمیتشون و مسئولیتشون در پرونده زندانیان سیاسی از جمله در پرونده توماج صالحی چیه؟ اول از بکنم در مورد نامه که از شورای شهر فلورانس شما خوندید، کلمه اول یا جمله اولی که من توجه رو جلب کرد جایی هست که گفته ما قادر خواهیم بود، اگر من درست شنیده باشم. بله بله. خب نامه نوشتن بقیهش هم خب دیگه خودتون خوندید و مخاطبان شما هم شنیدن. قادر خواهیم بود نامه بنویسیم. نامه نوشتن که قدرت نمیخواد، شما میتونید بنویسید. مهم قدرت اصلی وادار به پاسخگویی کردنه. خیلی وقتا وقتی شما از نقش میپرسید یا جایگاه، ما میتونیم نقش رو بگیم، اهمیت رو بگیم، اما وقتی میرسیم به جایگاه و مسئولیت میره تو ابعاد حقوقی باید تفسیر بشه. ببینید خیلی مهمه اهمیت شهروندان، شوراهای شهر، پارلمانها، نمایندگان، مهمه که واکنش نشون بدن، مسئولیت انسانیشون رو نشون بدن، در حالی که دولت‌هاشون برابر لابی‌های سیاسی و سایر مسائل و منافع کارهایی میکنن که خب در قالب استاندارد دوگانه میشه تعریفش کرد. نمایندگان پارلمان‌ها یا شوراهای شهر ارزشمنده، اهمیت داره، اما قدرت اجرایی چقدر داره؟ قدرت اجرایی قادر بودن به نوشتن نامه که نیست، قادر بودن به این هست که طرف مقابلت رو پاسخگو بکنی. اینجا هم میریم تو بعد حقوقی، میگیم علاوه بر اهمیت و نقشش که البته انسانی است قابل احترام، تا زمانی که نتونی دولت خودت رو متقاعد کنی به واکنش سریع و فوری، ایجنت اکشن هایی که امنستی میده، عفو بین الملل میده، شما واکنش های دولت ها رو ببینی، آیا واکنش ها درخور هست؟ در بسیاری از پرونده ها مثل خانه اصفهان یا سایر پرونده ها، آیا ایجنت اکشن ها اقدام فوری که عفو بین الملل تقاضا کرده اون دولت ها کار کردن؟ اونجا نقش کفیل های سیاسی چی بوده؟ نمایندگان پارلمان ها چی کار کردن؟ آیا قدرتشون در فقط اینه که نامه بنویسن؟ خب این که قدرت نمیخواد، شما هر اصلا شما نماینده نباش، شورای شهر، مجلس، دولت، شما شهروند عادی باش. من همین الان میتونی نامه بزنی به آقای گوترش، مگه آقای گوترش میگه چرا به من نامه زدی؟ مهم اینه که آقای گوترش در مقابل اقدامی که در مجمع عمومی سازمان ملل میشه یا هر دستور دیگری بتونه پاسخگوش کنه. در مورد دولت‌های نظام‌های توتالیتر، نظام‌های دیکتاتوری، به ویژه استبداد دینی، به ویژه در منطقه خاورمیانه، به ویژه جمهوری اسلامی که یکی از خوش‌شانس‌ترین نظام‌های دیکتاتوری دنیاست به نظر من، با این اپوزیسیونی که به جای اینکه با دشمن بجنگن، دشمن مشترک، با همدیگه می‌جنگن، در چنین شرایطی باید بپرسیم کفیل سیاسی آیا میتونه دولت‌های خودش متقاعد کنه، میتونه وزارت خارجه خودش متقاعد کنه، چقدر میتونه؟ کمیته حقیقت یاب یک مرجع قانونی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین و مهمترین نهاد بین‌المللی، آقای غریب آبادی میره داخلش میشینه، حرف میزنه، مخفیانه نامه رو جواب میده، اما میگه به رسمیت نمیشناسم، پا میشه میره. بعد اون وقت به رسمیت نمیشناسه جایی که اونجا میاد حرف میزنه. و در چنین شرایطی به نظر من کفالت سیاسی در عین حال که از نظر سیاسی تا زمانی که بتونه فشار بیاره به دولت‌های مربوطه، دولت مطبوع خودش، و بتونه اونها رو وادار به پاسخگویی بکنه، چه با اقدام فوری عفو بین الملل، چه بدون اقدام فوری، خودش اگه تشخیص داد و وضعیت خطرناکه، اون وقت اون ارزش داره. وگرنه از نظر حقوقی،
از نظر حقوقی و قضایی در نظام قضایی دنیا به ویژه در نظام قضایی جمهوری اسلامی که خیلی خاصه در تمام دنیا، شاید فقط بشه با طالبان مقایسش کرد، هیچ جایگاه حقوقی نداره ولی اهمیت داره. من فکر میکنم فقط باید یادمون باشه به کفیل‌های سیاسی، البته ما نامه زدیم به بعضی‌هاشون هم گفتیم، شما مثل نظام جمهوری اسلامی رفتار نکنید، شما پروپاگاندا نکنید. اگه میخواین رأی جمع کنید از دایاسپورای ایرانی در کشور خودتون، این راهش نیست اگر قرار باشه فقط تبلیغ کنید. من قضاوت نمی‌کنم، اصلا هم قصد ندارم تخطئه کنم یا بگم قطعا میخوان تبلیغات کنن رأی جمع کنن، نه، نیت خوانی هم بلد نیستم و کار درستی نیست. اما وقتی شما فقط در حد خبر یه حرفی میزنید، وقتی پیگیری از شما میخوایم کاری نمی‌کنید، به نظر من حداقل اون اندک کفیل‌های سیاسی، به نظر من احزاب مخالفشون باید اونا رو پاسخگو بکنن که شما در جریان انتخابات چنین حرفی زدید یا برای انتخابات آتی چنین حرفی زدید اما عملاً کاری نکردید. اتفاقا احزاب مخالف باید از اونا بپرسن. وقتی دولت خودتون، وزیر خارجه خودتون نمیپرسید، کاری نمی‌کنید، بل به نظر من بیشتر میشه پروپاگاندای تبلیغات یا تبلیغات سیاسی نمایش مثل خیلی اقدامات دیگه که سیاسیون میکنن. ولی در این حال معتقدم اونهایی که با نیت درست اومدن نقش و مسئولیت انسانیشون رو قبول کردن و اقداماتی دارن انجام میدن، پیگیری و فشار میارن به جامعه مدنی خودشون، به جامعه سیاسی خودشون، به دولت‌های خودشون، ولی اینکه دولت جمهوری اسلامی سفارتخونه‌هاش که عملا دیگه تابع منویات رهبرن، ما در چنین شرایطی اگه اینهایی که این کارو میکنن رو بخوایم جدا کنیم از بقیه که اندکن، قابل احترام اما جایگاه حقوقی نداره. اما در این حال ما در مورد جمهوری اسلامی یادمون باشه، به عنوان جمله آخر عرض می‌کنم، وقتی با نظام قضایی و حقوقی کار داریم، ما عملا با قانون کار نداریم، با فرمان کار داریم. وقتی به از مجلس در واقع میاد بیرون، اونی که اسمش قانونه عملا با فرمان میاد بیرون، یعنی شبیه سلطان شده فقاهت ما، ولی فقیه ما. وقتی میره حوزه قضایی، ما با حکم کار نداریم، یعنی با حکم مواجه نیستیم، نه که کار نداریم، با فتوا مواجهیم، یعنی ولی فقیه، مرجع تقلید، فرمانده کل نیروهای مسلح، همه کاره نظام که نفر دوم رو نمیتونه ببینه هیچ وقت که رئیس جمهور باشه، حالا هر کی میخواد باشه، میخواد آقای خاتمی باشه، هاشمی باشه، هر کی دیگه، اصولا فتوا میده چون مرجع تقلیده و بعد حکم صادر میشه. خیلی جا در پرونده سیاسی منظورم، پرونده حقوق خصوصی خب طبیعتاً بحث تخصصی دیگریه، تخصص دیگری. در بحث قانونی هم با فرمان مواجهیم نه با قانون. در چنین شرایطی به نظر من اگر کفیل‌های سیاسی، اگر جامعه مدنی جهانی، اگر نظام‌های پارلمانی و سیاسی دنیا این نظام قضایی رو با این پارامترها خوب بشناسن، شاید شیوه مواجهه و برخوردشون با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی وقتی میان خارج از کشور متفاوت باشه و اینقدر سانتیمانتالیست در واقع حاکم نشه، یکم عقلانیت و رئال پلیتیک مطرح بشه. اونی که روی زمین هست در جمهوری اسلامی در خاورمیانه، اون چی که از طالبان شنیدیم شاید بدتر از اون در واقع ما از جمهوری اسلامی داریم میبینیم در پرونده‌های مخالفان سیاسی. اینجا شاید سیاسی باید این شناخت رو داشته باشن که واکنش‌هاشون منطقی‌تر و متناسب باشه. حالا گرچه به هر حال اینا جزو فشارهای سیاسی میتواند باشد، فشارهای بین المللی در واقع، گرچه حالا بنده عرض کردم که در جنبندی صحبت شما های سعید دهخان عزیز که در پرونده‌های سیاسی معترضان به ویژه وقتی که حکم در واقع فتوا به فرمایش شما میتونه از آزادی همین لحظه تا اعدام در همین لحظه باشه، بنابراین چه چیزی تعیین میکنه این وسط رو؟ در حقیقت فشارهایی که به دستگاه قضایی یا به حکومت میاد، این فشارها فشارهای بین المللی است، فشارهایی است که بخشش رو شما فرمودین، یا مثلا همزمانی این هفته با مثلا جلسه کمیته حقیقت یاب که همین جلسه مقدماتی هم اهمیت ویژه‌ای داشت برای جمهوری اسلامی، برای ما و رسانه‌ها و تمام زندانیان سیاسی و غیره، و در کنار اینها فشاری که رسانه‌ها میارن برای در واقع اجرای حقوق بشر در ایران، اینها همه میتونه تعیین بکنه از این آزادی تا اشد مجازات رو فشارهایی که بر جمهوری اسلامی است، چون همینطور که فرمودیم بر اساس سیستم قضایی عادلانه که تصمیم نمیگیرن. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دهخان عزیز. خب برگشتیم، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین، از بخش اول که آقای فلاحتی صحبت کردن، و فراموش نکنین که پسر ایران رو نباید فراموش کنیم. موقعی که همه تو خونه هاشون نشسته بودن، این جوون سینه سپر کرد و مردم رو به انقلاب دعوت کرد. این کار بسیار مهمیه و
نزدیک به 280 روز توماج صالحی تحت شکنجه بود، دستش رو شکستن، اونقدر تو سرش زدن که برای 40 روز چشماش نابینا شد، ولی باز اعتراف نکرد. عزیزان اگر این انقلاب به پیروزی برسه که 100% میرسه، ما مدیون این جوونا هستیم. جوونایی که اعدام شدن، جوونایی که تو زندان جونشون از دست دادن، جوونایی که تو زندان هستن و همچنان دارن شکنجه میشن، و تمام زندانیان سیاسی که به جای من و شما رفتن جلو صحبت کردن. خب بپردازیم به بخش دوم، صحبت‌های مولوی عبدالحمید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با مقایسه اعتراضات اخیر کشور فرانسه با سرکوب اعتراضات سراسری ایران گفته که پلیس فرانسه در برخورد با معترضان این کشور هیچ فردی رو کور نکرده و کسی هم نکشته. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که در اعتراضات فرانسه اونچه که توجه ناظران رو جلب کرده این بوده که با وجود این همه جریان، نه چشم کسی کور شده، نه پای کسی کج شده، نه انسان در اعتراضات کشته شده، نه کسی اعدام کردن، یعنی اینطور پلیس از زدن و کشتن مردم خودداری کرده. مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه دنیا به دو بخش کشورهای دموکراتیک و نظامهای آزاد و کشورهای استبدادی تقسیم میشه، گفته که فقط کشورهای مستبد هستن که اجازه اعتراضات رو به مردم خودشون نمیدن. در کشورهای دموکراتیک اعتراضات خیابانی هست، اما مردم به خاطر اعتراض در خیابون کشته نمیشن. امام جمعه پرنفوذ زاهدان در سخنان خودشون به گزارش اخیر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره اعتراضات ایران هم اشاره کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که درهای زندانهای کشور به ویژه زندان اوین رو به روی ناظران باز کنند. مولوی عبدالحمید تصریح کرد که هیچ مقامی حق نداره زندانی رو شکنجه کنه یا از اون اعتراف اجباری بگیره، چون اون اعتراف باطله. مولوی عبدالحمید در بخش دیگه از سخنانش با اشاره به تلخ بودن حادثه هواپیمای اوکراینی برای همه ملت ایران پرسید که چرا بی‌طرفانه به این قضیه رسیدگی نشد. اون افزود که این پرسش رو از ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم کرده. به گفته اون مراجعه ایرانیان دادخواه به دادگاه‌های بین‌المللی رو نتیجه عدم رسیدگی به شکایات اونا در داخل کشور میدونه. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین با اشاره به انتخابات پیشرو در ایران و تلاش برخی از اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات گفت که اصلاح طلبا، مردم ایران از شما و اصولگرایان دیگه عبور کردن، چون شما نمیدونین که چه بر سر مردم ایران اومده. اون بار دیگه به مشکلات اقتصادی مردم ایران اشاره کرد و تاکید کرد که بعضی از مردم نمیتونن نیازهای حتی اولیه خودشون رو تامین کنن. مولوی عبدالحمید گفت که خیلی دردآور بود که شنیدم یک مادر خودش و 3 فرزندش رو سم خورونده چون غذای بر خوردن نداشته. نباید این طور باشه که وقتی پدری به خونه میاد چون شرمنده فرزندانش هست بره سراغ دزدی و بستن راه مردم. مالیات رو کمرشکن کردین، مردم دیگه نمیتونن گرونی و تورم تحمل کنن. بنا به گزارش ها اینترنت استان سیستان و بلوچستان و به ویژه شهر زاهدان در روز جمعه دچار اختلالات گسترده شده و به همین دلیل خطبه های نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید هم از صفحه اینستاگرام وی پخش نشده. خب رفقای عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم که با لایک ها و کامنتاتون از ما حمایت میکنین. تا بخش بعدی، بدرود.